سلام مجدد بیننده خوب برنامه برگشتیم. بخش دوم برنامه است. ممنون از اینکه تا این دم همراهی من کردین. در بخش دوم برنامه با ما استاد زیال اسلام شیوا، رئیس و مؤسس مؤسسه تعلیمی مدیریت و رهبری هستند که پیرامون ارزی خدمات با کیفیت صحی و اخلاق طبابت بس میکنن. حالا یک کارمند صحی چگونه باید برخورد داشته باشه با بیماران و این برخورد، شیوه برخورد، رفتار و کردار چقدر تاثیرگذار خواهد بود بالای روح و روان مریضان و تداویی که انجام میشه، بیشتر با جناب استاد بحث داریم. سلام صبحتان بخیر، خوش آمدین استاد. سلامت سرفراز باشین. خوش هستم که امروز در خدمت بینندگان عزیز خود هستیم و یک موضوع بسیار مهم و ضروری که دائم ما از کمبود و نبودش در افغانستان رنج میبریم شامل بحث ما هست. پیش از اینکه بحث خود آغاز بکنم با یک تشعیر از علامه اقبال لاهوری میخوام بحث خود آغاز بکنم. خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنویشت، به آن ملت سر و کاری ندارد که دهقانش برای دیگران کشت. بحثی که امروز ما قرار است برای صحبت بکنیم ارزی خدماتی با کیفیت صحی و اخلاق طبابت هست. بله، بسیار تشکر از حضورتان جناب استاد. میخوایم بحث را این گونه آغاز بکنیم که به نظر شما پروسه مراقبت معیاری مریضان با کدام فعالیت ها و کارها باید آغاز شود؟ قسمی که پیشتر هم گفتیم مراحل را باید در نظر بگیریم. یک دکتر چپن سفید، دکتر معالج هست، نرس هست، قابله هست. هر کارمند صحی که در یک مرکز صحی کار میکنن باید این نکات را در نظر بگیرن. امیدوار هستم که اگر وقت و فرصت دارن حتی یادداشت بگیرن نکات را که ما برشان میگویم، یادداشت بگیرن، انشاءالله خالی از رو ثواب نخواهد بود. در قدم اول داشتن یک محل مناسب برای معاینه. دقیقاً. پیش از اینکه ما یک مریض را میخواییم از یک خدمات برایش اجرا میکنیم، پیش از او باید ما تمام نکات را که برای یک مکان مناسب در نظر هست و لازم هست باید او را در نظر بگیریم. تهیه مکان مناسب. بله. شاید دوستا تصویرم برنمایش بگذارن. اینجا ما یک تصویر داریم که تهیه مکان مناسب برای یک مریض خیلی مهم و ضروری هست، هم برای دکتر و هم برای مریض. در قدم اول پیش از اینکه ما مریض را میخواییم برای خود که بعضی خدمات صحی را برایش انجام بدیم، باید محل معاینه خود را درست ترتیب و تنظیم بکنیم. این بسیار مهم هست. و در قدم دوم قبولی مریضان هست. زمانی که ما مریض برای خود قبول میکنیم، یعنی میخواییمشان به نوبت داخل معاینه خانه خود میخواییم، باید بسیار با یک روح و روان شاد و خوب بپذیریم ما را. اینه به این معنی که متبسم باشیم، لطف خوش همراهش داشته باشیم، برای مریض روح و روان شبه اصلا ما تقویت ببخشیم، یک فضایی را ایجاد بکنیم که مریض احساس راحتی بکنه با دکتر خود و یک فضای کلن صمیمی و راحت. بله. یعنی به این معنی که دائم با مریض خود باید تبسم داشته باشیم، با لطف خوش همراهشان برخورد بکنیم، اگر به اصطلاح بسیار موانعی وجود نداشته باشد دوست برشان بودیم، تماس همراهشان داشته باشیم. اگر یک مادر حامله هست به یک قریه دوردست آمده، یک قابله یا یک دکتر سبی ولادی و نسایی، لازم است که دوست به شانهش بگذاره، دوستش بگیره، نوازشش بده. اگر هوا سرد است او را یک چند لحظه گرمش بکنه. بعد از او بسیار با یک روحه آرام به قدمی بعدی که او بسیار مهم هست، موضوع شرح حال مریض است. بله. ما میخوایم به ترتیب بگویم. اول تهیه مکان مناسب برای عرضه خدمات با کیفیت سی بسیار مهم هست که ما جایی را که میخوایم عرضه خدمات بکنیم او را از هر نگاه تجهیز داشته باشیم. دوم، بعدش ما وقتی که مریض میخواییم با لطف خوش ارتباطات مؤثر امرایش داشته باشیم، یعنی بسیار روی خوب امرایش داشته باشیم. سوم، شرح حال. ما یک تاریخچه کوتاه از مریض زمانی که میگیریم تمامشه، از حالت به اصطلاح امکاناتی را که با دهی کلینیک خود ما داریم و حالا به اصطلاح امیدی را که مریض دارد، این راستا ما تمامشه با یک مشاهده از مریض مکمل باید بگیریم. این قدمه سومش است. و ما جریان فکری و احساسی دکتر یا کارمند صحی بسیار مهم است. زمانی که ما میخوایم عرضه خدمات با کیفیت صحی را ارائه بکنیم، کلا باید ما روح و روانمون بالای مریض باشه. اینطور نمیشه که ما بالای سری مریض در داخل عملیاتخانه مریض خود عملیات میکنیم، یک مشکلات مریض رو باید حل بکنیم. نمیشه که ما با اصطلاح در فکری قرضداری خود بوده باشیم. بله. در فکری جار و جنجال فامیل خود بوده باشیم، در فکری
بدامنی وطن خود بوده باشیم، در فکری به اصطلاح یگان مسائل دیگه‌ای که روح و روان ما را به اصطلاح، یعنی کلا روح و روان متوجه مریض باشه، چون زندگی یک مریض مهمتر از همه چیز است. همه چیز هست، این بسیار مهم است. این زبانی که ما با مریض هستیم، هر چیزی خود را باید فراموش کنیم، کلا دانش، مهارت و تجربه خود را به کار بردیم و عرضه خدمات با کیفیت صحیح را انجام بدیم. شاید دوستا تصویر گذاشته باشن، اینجا یک مریض است، در حالت عملیات است، آنستزیولوژ، دکتر جراح، همکارش، تمامشان بالای مریض پیش از اینکه کار آغاز میکنن یک مشوره میکنن و بالماوری میکنن تا یک عرضه خدمات با کیفیت صحیح داشته باشد. و مرحله پنجم که بسیار مهم است، موضوع انگیزه. اگر دکتر یا کارمند صحی انگیزه برای عرضه خدمات با کیفیت صحی نداشته باشه، هیچ گاهی عرضه خدمات با کیفیت صحی را ارائه کرده نمیتونه. چیزی که بسیار توقع داریم ما که باید دکتر سیبایی را داشته باشن، انگیزه برای عرضه خدمات با کیفیت صحیشان هست. ورو که یک نرس یک امپول زرد میکنه، باید با یک انگیزه اونو به کار آغاز بکنه. انگیزه و این معنا که تمام جوانی بشه در نظر بگیره، معیارات در نظر بگیره، استانداردها را در نظر بگیره، مطابق از او عرضه خدمات با کیفیت صحی خود انجام بده. ما اگر انگیزه نداشتیم، خیلی نکات مهم و برجسته که برای عرضه خدمات صحی بسیار مهم است و از پیش ما فراموش میشه. این بسیار مهم است. بله، بسیار تشکر جناب استاد، سلامت باشین. شما از انگیزه یاد کردین جناب استاد. چند نوع انگیزه برای عرضه خدمات با کیفیت صحی وجود داره بسار. که باید کارکنان صحی متوجه باشن و دقت بکنن. مورد درج جواب بگیرید. بله. پیش از اینکه بریم انواع انگیزه را و بحث بگیریم، میخوایم یک تعریف کوتاه از انگیزه داشته باشیم. انگیزه تعریف های مختلف داره از دیدگاه روانشناسی، از دیدگاه علوم مختلف، منتها ما اینجا میگیم انگیزه قوه محرکی است که انسان وادار به عمل یک کار میسازد. پس زبانی که اگر دکتر جراح، دکتر داخله، هر کس در هر بخشی که کار میکنه، من حیث چپن سفید، اگر انگیزه داشت، به این برای که او تحرک پیدا میکنه برای انجام کارهای مفید و با ارزش و استاندارد. انگیزه گفته قوه محرکی است که انسان وادار به عمل یک کار میسازه. اگر با انگیزه را من و شما نمی داشتیم، امروز ما اینجا در خدمت مردم نمیتونستیم که بوده باشیم. از اون خاطر و باز ما انگیزه را در مجموع به دو نوع است، یکی انگیزه درونی و دیگه انگیزه بیرونی. ما میخواییم که این را به بحث بگیریم. انگیزه های درونی چی هست؟ یک دکتر چی وقت میتونه خرزی خدمات با کیفیت سیره ای را بکنه؟ اول دانش داشته باشه. ما دائم سر کیفیت تاکید میکنیم. چرا سر بالای کیفیت تاکید میکنیم؟ چرا وزارت تحصیلات عالی زیاد سر کیفیت عرضه خدمات صحی تاکید میکنه؟ چرا جامعه جهانی بالای عرضه، چرا سازمان صحی جهان بالای عرضه خدمات با کیفیت صحی تاکید میکنه؟ اساسش، ریشه برای عرضه خدمات با کیفیت صحی داشتن دانش است. از اون خاطر میگیم که یک قدری که در بخش صحت، در بخش به اصطلاح علوم پزشکی برای محسنین طب سختگیری هست، در دیگر رشته ها نیست. بله. چرا؟ میگیم باید دانش رشته را داشته باشه. بله. دقیقا. انگیزه درونی، زمان یک کس را ما دکتر خطاب کرده میتونیم که او دانش رشته داشته باشه. یک. دو، علاقه و عشق. بسیار دکتر سیبار داریم که اول دوباره فارغ شده لیکن مریض بدش میه. هیچ از دیدن مریض شاد نمیشه. شب به نوکریواری خود حاضر نمیشه. هزار افغانی 700-800 کسی دیگر ایواز خود کرا میکنن و نوکری والی شبانه خود روان میکنن. بله. چرا میگه؟ وانه این مسلک خوشم نمیامد. پدر و مادر مرا بزور به رشته پزشکی به اصطلاح وادار ساخت که من تحصیل. چقدر نکته خوب را اشاره کردین جناب استاد. این بسیار مهم هست. بله. عشق و علاقه به هر کاری، ولو که یک کراچیوان از در سر سرک روزانه 100-200 افغانی کار میکنه، با عشق و علاقه کار میکنه. به هر اندازه که علاقه مند باشه بیشتر موفق خواهد بود. عشق و علاقه به مسلک هر کس را. یک پیلوت اگر عشق و علاقه به مورشتیش به مسلکش نداشت، ممکن تیاری خود به اصطلاح سقوط. بله. یک دریور ممکن است یک جای حادثه بکنه. هر کس در هر جای کار میکنه با عشق و علاقه باید کار کنه. عشق و علاقه نبود، دانش هم باز زیر سوال میره. دقیقاً. تعهد سازمانی. گاهی اوقات میبینیم که یک دکتر در یک کلینیک خوب کار میکنه، از کارش مردم راضی هست، میگه فلانی دکتر در فلان شفاخانه شخصی کار میکنه و بسیار فیسی گزاف میدیم تا به ملاقات از او بریم. همین دکتر در شفاخانه دولتی خوب کار نمیکنه، کس نمیره طرفش. چرا؟ دکتر همو دکتر است، دانش همو دانش است. صبح در شفاخانه دولتی است، بعد از پیشون در شفاخانه خصوصی هست. از طرفی صبح باید و عرضه خدمات با کیفیت خوبتر اجرا کنه. چرا؟ خیلی تازه و ریفریش است برای انجام. لیکن دلیلش تعهد سازمانی هست. او شفاخانه که ایره استخدام کرده، ازش سه سال وظیفه میکنه، او ممکن هست
اونمو قسمت هایی را که نیاز داره، قسمت مالیش یا امنیتش یا این را تأمین نکرده، تعهد سازمانی کم وجود داره، عرضه خدمات خوب صورت نمیگیره. ما اکثر دکتر سیبا را داریم که در شفاخانه دولتی هم کار میکنن، در کلینیک های شخصی شور هم کار میکنن، در شفاخانه فرانسوی میره کار میکنن. مردم عاشق هست که بره در شفاخانه فرانسوی او را ببینه. چرا؟ او سازمان تعهد از این را داره که با ایج عرضه خدمات با کیفیت سی صورت بگیره. دکتر اگر سهلنگاری کنه او نمیگذارش. بله. در معاینه خانه شخصی ممکن است یک مریض خوب استاندارد و معیاری معاینه نکنه، لیکن در معاینه خانه دولتی اون جایی که او استخدام شده از او خواسته میشه که اینی چک لیست است، مطابق چک لیست کار خوده پیش ببره. دیگر تعهد اخلاقی هست. اگر خدای نخواسته از یک طبیب اخلاقش زیر سوال آمد، اخلاقش خدای نخواسته آسیب دید، دیگر باید ما از او توقعی از خدماتی با کیفیت صحیح را نمیداشته باشیم. موضوع دیگر تعهد مذهبی است. من حیث یک مسلمان برای مریض باید ما کمک کنیم. بله. هر کس به هر دین و مذهبی که هست تنها آنچه در توانش هست انجام بده. آنچه در توانش هست باید انجام. ما خیلی وقتا شاید با مریضای ملاقات شویم، سر به اصطلاح تو روبروی شویم که توان دادن 100 افغانی فیسیش برای دکتر نداره. بله، اینجا برای دکتر لازم و ضروری هست که حتی از او کسی که 1000 افغانی برایش فیس میاد بیشتر و بیشتر از این خدمات با کیفیت انجام بده. چرا؟ او آدمی که 1000 افغانی فیس داره میتونه ممکن است پیش دکتر دیگه هم رفته بتونه. بله. ممکن است به شفاخانه دیگه هم ممکن است خارج از کشور هم برای کلاوی بره. لیکن او کسی که 100 افغانی فیس داده نمیتونه، او شاید هیچ جای رفته نتونه. ما تعهد اینجا در قبال تعهد مثلا تعهد اجتماعی داریم. اکثر دکتر سیبا عظیمی آدرس معاینه خانه ایشان، از آدرس به اصطلاح شفاخانه‌ای که کار کردن، از آدرس عرضه خدمات با کیفیت سی ایشان در پارلمان رفتن، حالیف وکیل پارلمان شدن. اکثر تعداد زیاد دکتر سیبا رفتن حتی موقف های ریاست جمهوری و پوزیشن های کلا نگرفتن. این ما میگیم که تعهد اجتماعی داشته باشه. جذابیت ترکیب کار و بازی. دکتر خوب، چپن سفید خوب، طبیب خوب از کار خود لذت میبره، گویایی که در یک پارک تفریحی است واقعا از امو کارش لذت میبره و مشارکت در تصمیم گیری. عرضه خدمات با کیفیت صحی زمان ما میتونیم که عرضه خدمات با کیفیت صحی بگوییم که ما در مثلا تصامیممون با گونه مشارکتی تصمیم بگیریم. هر تصمیمی که میگیریم برای مریض باید مشترکاً تصمیم بگیریم. چرا ویزیت سوای مریضا میگیم؟ اکثرا واقعات به اصطلاح جنجالی هست باید ویزیت شوه و مشترکاً تصمیم گرفته شوه. این انگیزه های درونی باز تاکید میکنیم، دانش، علاقه، تعهد سازمانی، تعهد مذهبی، انگیزه اجتماعی، ترکیب کار و بازی و مشارکت در تصمیم گیری. این از جمله نکات بسیار مهم در انگیزه های درونی هست. بله. یک سوال شدگی شما بحثتان انگیزه های بیرونی بود. بله. انگیزه های بیرونی چی است؟ خب درآمد. کسی را که خوب معاش دادی خوب کار میکنه. ولی ما نمیتونیم بگیم که دکتر چرا در اینجا که 10000 افغانی ماهانه معاش میگیره کار خراب میکنه و در این شفاخانه که 50000 افغانی معاش میگیره کار خوب میکنه. طبیعتا او درآمدش خوب است اونجا، اما قدر ارزی خود باید میکنه که اما قدر او درآمد به دست میاره. لیکن هدف ما ایست که باید انگیزه بیرونی با خراب نشه. اگر ما کل این گپا را متکی بر انگیزه های بیرونی خود بسازیم، در اون صورت هم ما نمیتونیم که به اصطلاح متوقعاتی که داریم به دست بیاریم. موضوع دیگه شهرت است. اکثر دکتر سیبا به خاطر که شهرت به دست بیارن کار خوب میکنن، عرضه خدمات با کیفیت میکنن، با مریضشون برخورد خوب میکنن، به اصطلاح به موقع بالای وظیفه حاضر میشن. ارتقای درجه زمانی که یک دکتر یا یک چپن سفید یا کارمند صحی را شما ارتقای درجه یا به طور مثال اما درجه علمیش بالا ببرین یا معاشش زیاد بکنین، طبیعتا او عرضه خدمات خوبتر انجام میده. تشویق رسمی، شما دادن یک سرتیفیکیت، یک تقسیم نامه برای یک دکتر به اصطلاح در محضر عام تشویق میشه، ترغیب میشه که داینده کار خوبتر رو به موقع انجام بده. تشویق کلامی، یک دکتر، یک استاد، یک به اصطلاح بگم در جریان ویزیت از دکترش دوست برای شانه دکتر خود میمونه، میگه آفرین بچم تو در جریان 24 ساعت گذشته خیلی خوب کار انجام دادی، آفرین. اینمی آفرین گفتن برای دکتر خودش انگیزی چی است؟ بیرونی هست. استادش برش آفرین گفت. شب دیگه از این کده بهتر و خوبتر از این خدمات با کیفیت انجام میده. امنیت شغلی. همین امروز که ما شما اینجا هستیم، اگر امنیت نداشته باشیم، ما شما روح و روان اینجا نمیتونیم که به اصطلاح برنامه داشته باشیم. امنیت شغلی هم برای انگیزه بیرونی بسیار نقشی مهم است. رقابت سالم.
خیلی نازنین میشه، خیلی کار خوب است که اگر ما بین تیم خود رقابت سالم ایجاد بکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما به پیش بریم. چرا رقابت؟ با امیری به طور مثال پانتونا بین خود رقابت دارن، پانتونا خصوصی خصوصا بین خود رقابت دارن. چرا رقابت دارن؟ وزارت تسلط داری قصد میخواه رقابت سالم بینشان داشته باشه که یا به پیش برون تا اینکه معیارات را به اصطلاح ارزی خدماتی با کیفیت صحیح داشته باشن. و صلاحیت شغلی، اگر زمانی که برای یک کارمند صحیح شما صلاحیت شغلی دادین، او بیشتر و خوبتر رشد میکنه، انگیزه میگیره تا اینکه خود را با مو به اصطلاح مدارک بالای علمی خود برسد. بله، بسیار تشکر جناب استاد از شما و بیننده خوب برنامه. جناب استاد نکات خیلی مهم و ارزنده را اشاره کردن. امیدوار هستیم که شما دقت کرده باشین. فعلا میان برنامه کوتاه داریم، برمیگردیم، با ما باشین.